بذار من قوی ترش کنم. رفتم ماساژ پنجشنبه. خب بعد همینجور تا رفتم تو مثلا یه خانم 45 ساله ماشاءالله وردیو شروع کرد، مثلا چی کار میکنی، شغل چیه، اینا کجایی، گفتم مثلا اینجایی، گفتم شما کجایی، منم اینجا میگه کجایی، اینجایی، اهل کجایی. آها گفتش که من اینجا. آها گفت چند سالته، گفتم که 29. گفت خیلی جوونی. گفتم دخترم 32 سالشه. آه برای خودش رو میخواست. گفتم که پس حتما شما زود ازدواج کردید، چون مثلا اونجوری سنش زیاد نبود برای حالا 32 سال بچه داشتن. بعد گفتش که آره من مثلا 19 سالگی ازدواج کردم، ولی برای حالا اروپای شرقی کمونیست اون موقع خوب بود. اون موقع همه همینجوری ازدواج میکردن. گفتم که کدوم کشور؟ گفت رومانی. خب چی شده؟ رومانیا. گفتش که رومانی. گفتم اه مثلا آر ام تی قبلی منم رومانیایی بود. گفت کی فلانی؟ گفتم نه فلانی. گفت اون دخترمه. آها گفته بودی من پیش مادر رو پیدا کردی. خب خدا رو شکر من پیش یکی میرفتم، بعد این دانشگاه قبول شد رفت لندن، همونجا که شهر باشی کندم. این رفت لندن، گفت اون دختر، گفتم حاجی پشمام. گفتش که آره. گفتم آره اون رفت لندن اینا چطور؟ گفت آره حالش خوبه و تازه دیگه شروع کرد، آره تازه هم با یکی دوست شده. گفتم اینجا که با یکی بود و مثلا مووین کرده بودن با هم زندگی میکردن. گفت نه با اون به هم زد خوشبختانه. گفتم چرا باهاش حال نمیکردی؟ گفت خیلی آدم سختی بود این که دانشگاه لندن قبول شد. مثلا 4 روز طول کشید تا به طرف بیاد بگی و اینا. بعد گفت الکساندرا مشکلی نداشت، خیلی راه، هیچ وقت تلاش نگه، همه آدما میمدن جذبش میشدن. الان تو لندن میگن بیرونه یه رستوران داشتش عکس میگرفت، مثلا طرف اومده نزدیکش. آره بعد جذاب. آره حالا چرا مثلا من اینطور اتفاق برام نمیفته؟ مثلا برام یه جا بشینم هی بیان جذب. نه خب اون من دافه دارم. هی اونو جذب، هی من دافه. نه اون کیفیتش رو میدیدید میفهمید. الکساندرا ایمان جان یعنی چی؟ اسمت ایمانه. ایمن فرست اوف اول ایمن. بشینم اونجا تکه کتمو باز کنم، بشینم یه دونه قهوه ترک تو لندن. آره اصلا یه سیگارم بشنم. چایی بخور تو لندن دیگه، قهوه ترک نخور. نه سیزش خیلی باحال. من الان فقط نسخ سیسم، یعنی هر کاری که میکنم is about the سیس. سیس بعد الکساندر میگفت آره گفت اینجوریه اینا. بک پرسی تو مثلا چجوریه زندگی تو؟ گفتم ماساژ هم دادن یا فقط توبرز یه ماه؟ حالا برات میگم ماساژش خیلی خوبه. بعد گفتش که همین من یه دونه کلاینت ایرانی دارم، بعد این بنده خدا مرده میخواد ازدواج کنه با یه دختر ایرانی، دختر ایرانه، بعد نمیدونم این باید چند تا سکه بده. این رسم و رسوم خیلی براش عجیب بود. گفت مثلا پول اون سکه ها الان میشه 150,000 دلار. بعد پسره به من میگه من اصلا نمیخوام اینقدر پول بدم، پول عروسی رو باید بده، پول لباس عروس هم باید. ببین یه جوری تعجب کرده بود، پول لباس عروس هم باید بده، این چه وضعشه؟ خیلی ناراحت و اینا بود. بعد بعد داشت توضیح میدادش که آره پسر خیلی قیافه خوبی هم نداره، ولی خب نباید انقدر پول خرج کنه برای مثلا گرفتن، مثلا زن گرفتن و اینا، این چه وضعشه؟ بعد اون مثلا میاد اینجا آویزونه این میشه این بکنه. بعد گفت یک کلاینت دیگه ایرانی دارم، این مرد آدم سافیستیکیتد، خیلی با سواده، نمیدونم همه چی سواب، زنش یه پزنته. ببین اینا رو ببین، من داشتم میمردم از خنده. درسته. گفت زنش اومده بود یه دور این با من چیز داشت جلس، اومد از این کچرمی گشادا دیدی اینجوری داشت بزن. گفت از اونا پوشیده بود، استیل بد، هیچ کاری نداشت. بابا به مردی میخواستم بگم کریدیت کارت تو بده این بره خرید کنه اینجا وای نست. بعد میدونی این خیلی عجیبه تو فرهنگه، چون کانادایی ها خیلی نایس، اصلا امکان نداره همچین حرفی بزنن. این راحت میگم مثلا زنش خیلی بد بود، خودش خیلی خوب. گفتم نمیدونم چرا تو فرهنگ شما اینجوری. اصلا میخواست کلا فرهنگ ایرانی رو بکنه بسازه. گفت چرا اینا؟ گفتم البته فرق داره، مثلا آدمای مختلف هستن، بعضی خیلی مستقلن لزوما نه. گفت آره مثلا اونجوریش هم دیدم، کلی کلاینت خانم داشتم که مثلا
خیلی مستقل و اینا بودن، ولی اینا خیلی برام عجیب بود این حالتی که اینا داشتن. بیشتر تراپی خانم احساس میکنم. آخه ببین یک ساعت اونجای اون باید یه حرفی با تو بزنه دیگه. نه من میرم ماساژ میگم لطفا هیچ حرفی نزن. من با خیلی خنده بود این حرفایی که میزد، با خیلی روک بود و خیلی قوی. من میگم فقط به مال، یعنی اصلا صحبت نکن، تمام تمرکز بذار رو مالش. نه این خیلی قوی بود. بعد بهش گفتم که اون الکساندر دسته قویشو فکر کنم از تو برس برده، چون اونم خیلی قوی بود. و من بعد اون بعدی شام دعوتت کنه خونه. بعد من الکساندر از لندن اومده، تو با الکساندر و دوست پسر قبلیش با هم میرید اونجا. بعد من بعد اون پیش هر کی رفتم اونجوری قدرت نداشت. این اینا خیلی این از اون قوی تر. مامانه که اصلا داشت میکند بدنو. حالا مامانه میگه مادرمو نهی اون دیگه میری یه خانم از 90 سال دسته قوی بیا ننه بیا به مالمت ننه. قوی بود، خیلی قوی بود. من فکر میارم آرایشگرها صحبت زیاد میکنن، بسی که نه دیگه این هم صحبت میکنه دیگه. ولی خیلی روک بود اصلا، همینجور رگباری داشت دیس میکرد اینا اونو. آخه جا فکر کنم باید ببینم کارون چجوری ماساژ. من وقتی یکی داره ماساژ میده دارم مثلا هم لذت میبرم، همون داره لذت نه هم مثلا آهو میکنم مثلا اینجا آخ مثلا اون نه من این به من دست نمیگم اینجا خیلی تایته. این مانیکاه. آره ماساژش میداد خیلی صدای عجیب در میاد. آره من خیلی صدا در میارم. dont خیلی آکورد میکنی قضیه رو برای اون کسی که داره ماساژ میده. صدای لذت بخش. even worse. بس آره please stop it get help.